منابع تاریخی در رابطه با روز ولادت امام کاظم علیه السلام نقل‌های مختلفی دارند، اما بسیاری از علمای شیعه بر اساس برخی از مستندات ولادت ایشان را در ماه ذی‌الحجه معتبر دانستند. مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی هم ولادت هفتمین امام را در ماه ذی‌الحجه دانسته و محل ولادت امام کاظم علیه السلام را قرینه دیگر بر ولادت ایشان در ماه ذی‌الحجه ذکر کردند. به همین جهت مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام 20 تا 26 ماه ذی‌الحجه را هفته بزرگ داشته ولادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام نامگذاری کرده است. در ادامه همکارم در رابطه با این ولادت با سعادت گزارشی تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کنم. در کتب تاریخی روز ولادت امام کاظم علیه السلام با نقل‌های گوناگون ذکر شده که هفتم ماه صفر یکی از آن روایت هاست، اما اکثر فقها و علمای شیعه در طول تاریخ ایام ولادت آن حضرت را در دهه پایانی ماه ذی‌الحجه اعلام کردند. حضرت موسی بن جعفر در سال 128 یا 129 هجری قمری، هنگامی که امام صادق علیه السلام و همسرشان حمیده از سفر حج باز می‌گشتند، در منطقه عبوا به دنیا آمدند. برخی مکان ولادت ایشان را مدینه ذکر کردند. امام کاظم علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام صادق در سال 148 قمری در 20 سالگی به امامت رسیدند. دوران امامت ایشان با حکمرانی 4 تن از زمامداران عباسی، منصور، مهدی، هادی و هارون همزمان بود. کنیه ایشان ابوالحسن، ابو ابراهیم و ابو علی بود و کاظم، عبدالصالح، نفس زکیه، زین المجتهدین، وفی، صابر، امین و ظاهر از جمله القاب ایشان بود. دوران امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دوران بسیار سختی برای شیعیان بود و در این دوران جنبش‌های اعتراضی فراوانی از سوی شیعیان و علویان بر علیه حکمرانان عباسی انجام شد که از مهمترین آنها قیام حسین بن علی شهید فخ در زمان حکومت هادی عباسی و نیز جنبش یحیی و ادریس فرزندان عبدالله بود که در زمان هارون صورت پذیرفت. احادیث فراوانی از امام کاظم علیه السلام در منابع حدیثی شیعیان روایت شده است. این روایات بیشتر در موضوعات کلامی چون توحید، بداء، ایمان و همچنین موضوعات اخلاقی بیان شده. همچنین مناجات هایی از جمله دعای جوشن صغیر برای دفع شر دشمنان از ایشان نقل شده است. مناظره های علمی و گفتگوهایی از امام کاظم با برخی از خلفای عباسی، دانشمندان یهودی و مسیحی، ابو حنیفه و دیگران در تاریخ ثبت شده که گفتگوهای ایشان با عالمان ادیان دیگر که معمولاً با پاسخ به پرسش‌های آنان همراه بوده، در نهایت به مسلمان شدن آنان منجر شده است. زمخشری در ربیع الابرار نوشته که هارون فرزند مهدی یکی از حکمرانان عباسی که هم عصر با امام بود، در یکی از ملاقات‌ها به حضرت موسی بن جعفر پیشنهاد کرد که فتک را تحویل بگیرند، اما حضرت پیشنهاد او را نپذیرفتند. وقتی هارون بر این پیشنهاد خود اصرار زیادی ورزید، آن حضرت در پاسخ فرمودند این پیشنهاد را میپذیرم به شرط آنکه تمام آن ملک را با حدودی که تعیین میکنم به من واگذار کنی. هارون از امام پرسید حدود فلک کجاست؟ امام کاظم علیه السلام فرمودند یک حد آن در عدن، حد دیگرش در سمرقند و حد سومش در آفریقا و حد چهارمش کناره دریای خزر است. هارون از شنیدن این سخن امام به شدت آشفته شد و گفت پس برای ما چه چیز باقی میماند؟ امام کاظم علیه السلام فرمودند میدانستم اگر حدود فلک را بازگو کنم آن را به ما نخواهی داد. منظور امام کاظم علیه السلام از تعیین این حدود این بود که یعنی خلافت و اداره سراسر بلاد اسلامی حق ما اهل بیت است.
گویا از آن روز به بعد هارون کمر به قتل امام کاظم علیه السلام و زندانی کردن ایشان بست. مهدی یکی از حکمرانان عباسی همعصر با امام کاظم ایشان را در بغداد بازداشت کرد، اما به دلیل خوابی که دید و نیز تحت تأثیر شخصیت امام از ایشان عذرخواهی نموده و امام را به مدینه بازگرداندند. هارون دوبار امام را زندانی کرد. آن امام بزرگوار سالهای پایانی عمر خود را در زندانهای فضل ابن یحیی و سندی ابن شاهک گذراندند. مدت امامت آن حضرت 35 سال بوده و با شهادت ایشان در سال 183 قمری امامت به فرزندشان امام رضا علیه السلام منتقل شد.